براستیش هیچ. چه دشوار بود با اون مردم، با اون طرز و فکر، با اون دروغگویی ها، با اون سفسطگری ها، مغلطگری ها، با اون بنیاد فکری که در اون زمان مردم داشتن. بنیاد فکری امروز زمان را نگاه کنید، چه فرهنگی. براستی از هیچ همه چیز ساخت. او اگر زورگو خوانده اند، او را اگر زورگو خوانده اند کاملا درست است. او اگر میگویند فریاد میزد و فوش میداد به امیرانش، به سربازانش، درست میگویند. او تحمل سستی، تحمل بی ارادگی و تحمل کسانی را که در اطرافش بودند، سوس بنیاد بودند و کار از آنها بر نمی آمد را نداشت. اما وی هرگز برای خیانت به ایران زورگویی نکرد. زورگویی او برای نجات مردم کشورش از واپسماندگی، پسماندگی، بدبختی و نجات ایران بود. رضا شاه بزرگ مرد میهن پرستی بود. آن مرد میهن پرست میدید که کشور باستانی ایران که روزی مهد تمدن بوده به چه نکبت و سیه روزی اندر افتاده و از این مسئله بسیار بسیار رنج می برد و احساس سرفکندگی می کرد. همون احساس رنج و سرفکندگی که من از آنچه که در این 30 سال گذشته در کشورم هر روز داره می گذره، احساس ضعف، احساس زجر، احساس سرفکندگی و نفرت می کنم. با این روحیه و غیرت میهنی بود که هر آنچه را که می توانست برای نجات ایران انجام میداد، حتی با استفاده از زور. او یک بار به محمد تقی بهار ملک الشعرا گفته بود من میخواهم این مملکت پیشرفت کرده و مردمم از این فقر و سیه روزی و نکبت نجات پیدا کنند و اصلا هم در بند این نیستم که دیگران من را چگونه آدمی بدانند، دیگران در مورد من چه بگویند، چه بنویسند. آنچه که مهم است چه کاری را میخواهم انجام بدهم و مردم را به کجا میخواهم برسانم. درود به غیرت تو، درود به روان پاکت، گور پدر مردم بذار هرچی میخوام بگن. بگذارید هرچه که میخواهند مرا بنامند، اما ایران از این بدبختی تاریخی نجات پیدا خواهد کرد. این بود اندیشه و مرام و هدف آن مرد بزرگ و ایران خواه، نه اینکه بخواهد به خاطر خودش به کسی زور بگوید. منش آن مرد والا گوهر، منش آن مرد والا به گونه ای بود که حتی دشمنترین دشمنان خود را هم هرگز از تدریس در دانشگاه و طبابت و حقوق فردی محروم نمی کرد. بلافاصله پس از رسیدن به پادشاهی هم عفع عمومی داد. با اینکه در فقر بزرگ شده بود و تمام عمرش به عنوان یک سرباز از برای رهایی کشور و برای جنگ و جدال، برای امنیت و آرامش و آسایش زندگی رو گذرونده بود، اما مرد نجیب و مرد دست و دلبازی بود. گداصفتی در وجودش نبود و برای نخستین بار در تاریخ ایران انتقال قدرتی بدون خونریزی و انتقامگیری رو شکل داد. وی حتی محمد حسن میرزای ولیعهد را نیز با جیبی پل از پول و محافظ از ایران به فرانسه فرستاد. همچنان که نخستین پادشاهی بود که به سنت دیرین اما چندشاور حرم سراداری پادشاهان را در ایران خاتمه داد. او پس از رسیدن به قدرت نه تنها حتی یک نفر از طایفه قاجار را نکشت، بلکه حتی به آنها پست و مقام‌های بالای حکومتی را داد. مصدق سلطنت چیها، گوش کنید. او گفت اینها با پول این ملت پاپتی و گرسنه درس خواندند و در خارج عشق و حال کردند، باید برگردند و به مردم خدمت کنند. در جوانمردی و بزرگواری و رادمردی رضا شاه بزرگ، همین بس که به محض رسیدن به پادشاهی دستور داد استخوان‌های کریم خان زند را درآورده و با احترام به شیراز انتقال داده و در آنجا به خاک بسپارند و برای آن پادشاه خدمتگزار آرامگاهی در خور او بنا کنند، زیرا
آقا محمد خان قاجار، یکی دیگر از نکبت پادشاهان قاجار، از فرط خشم و نفرت ذاتی که در او وجود داشت دستور داده بود جسد کریم خان را درآورده به تهران بیاورند و در جلوی در ورودی کاخ گلستان چال کنند که او هر روزه چند بار از روی آن استخوان پاره ها رد شود و به قول خودش استخوان های کریم خان را لگدمال و بی احترامی کند. این تفکر آخونده بی پدر و مادره، این تفکر روزخون حرومزاده است. پس از مرگ آقا محمد خان هم هیچ یک از شش پادشاه بعدی سلسله قاجار این حداقل سلامت اخلاق و شرافت انسانی رو نداشت که دست کم به این رذالت و بی فرهنگی شرم‌آور پایان دهد. پس اگر روح الله خمینی بارها گفت ما هرچه میکشیم از دست آن پدر و پسر است، اینجای کار اون مردک گجستک حرامزاده، اون آخوند هندی بی پدر و مادر فاحش زاده راست میگفت. هرچه اون میکشید، هرچه آخوندا میکشیدن از دست آن پدر و پسر بود، حق داشت، کاملا حق داشت، چرا که آن پدر و پسر میراث ها و ارزش های اخلاقی و فرهنگی از خودشون به جای نهادند که حتی در نبودشان در رژیم خمینی هنوز که هنوز است بعد از 31 سال آثار فرهنگی و اخلاقی و آنچه که آنها گذاشتن را نمیتوانند از بین ببرند. حتی در نبودشان هم رژیم خمینی را در بعد فرهنگی و اخلاقی به سختی شکست دادند. به دستمایه های میراث‌های آنهاست که رژیم اسلامی هر چی سعی میکنه که از مردم آریا مهری ما، مردمانی چون سعودی ها و افغان ها و زنگباری ها و سودانی ها بسازه نمیتونه. درود به روح پاکت آریا مهر بزرگ، ایران بدر، رضا خان، رضا شاه، بزرگ مرد تاریخ ایران. یادتونه ولد و زنا خمینی وقتی صحبت میکرد میگفت آثار آریا مهری رو یادتونه؟ دار میتونیم اینو؟ آثار تمدن باید بره، آثار طاغوت باید بره، چیچی پادشاهی باید بره، شیر و خورشید باید بره، حرامزاده. ببین پشتر من چه خبره؟ این تو قلب ملت ایرانه. پس اگر روح الله خمینی بارها گفت هر چه میکشیم از دست آن پدر و پسر است، کاملا حق داشت، چرا که آن پدر و پسر میراث ها و ارزش های اخلاقی و فرهنگی که از خود به جای نهادند که حتی در نبودنشان هم رژیم خمینی رو در بعد فرهنگی و اخلاقی به سختی شکست داده. امروز 60-70% مردم ایران با شمع دنبال اون خدا بیامرز میگردن. به دستمایه همان میراث ها هم بود که رژیم اسلامی هرچه سعی کرد از مردم آریا مهدی ما، مردمانی چون سعودی و افغانی و هر دوزاری های اطراف و این بر اون بر در بیاره نتونست. رژیم پس از پهلوی ها حتی در مسئله حجاب به کلی درمانده و وامانده است. هر چی سعی میکنه، هر چی کوشش میکنه، حریف زن ایرانی نمیشه. زن ایرانی موهبتی رو رضا شاه کبیر بهش داد، یعنی کشف حجابی که کرد، قدرتی رو آریا مهر بزرگ بهش داد که حق رأی بهش داد که 4 تا آخوند چوسکی بی پدر و مادر حرامزاده مفعول توی گونیه، توی نمیدونم چیه تو اونجا آقا اینا سوراخ میکردن، بشکه همکار فنی من، بشکه 7-8 وارد میشدن 200-300 تا سوراخ داشت، حمله میشد بیچاره مونده ما بود. بعد وقتی که میخواست تازه وارد مدرسه فیضیه بشه میومد بیرون دیگه گوش و موش و گوش و دماغ و چش و همه سوراخ ها به هم وصل بود. بی پدر و مادر ها هره چند رژیم، منظور رژیم دست نشانده و کثافت آخوندی است. پس از
ابرمردان سلسله پهلوی حتی در مسئله حجاب به کلی وامانده. هر کاری میکنه، هر کوششی میکنه، هر چی آدم کشی میکنه، هر چی تجاوز میکنه، هر چی شلاق میزنه، حریف این شیرزن ایرانی نمیشه. ای مادران ایرانی، قربون شکل ماه همه تون برم. و در مقابل کشف حجاب رضا شاه به زانو در آمده. آخه این خمینی چوسکی، این ناخون انگشت کوچیکه پای رضا شاه نبود. بی پدر و مادرها، همه شما حرومزاده های مافیای این رژیم رو جمع بکنن، یه موی تن آریامهر بزرگ ایران بدر، ما کشورمون رو پس میگیریم، به زور ازتون پس میگیریم. حرومزاده ها مثل اعلامیه به دیوار طوری آویزونتون میکنیم، نیختویله تو پیشونیتون توی اون اعلامیه که دیگه اصلا هجوری باشه اون دیوارم نشه با بمب اتمی پایینش کشید.